سالها بعد از اون جنگل هست استفاده میشه. حالا چرا اینقدر این مسئله مهمه؟ چون ما به اندازه کافی دو برابر جهان بیابان داریم، از نظر جنگل هم فقیریم. بعد ما فکر کنید این کاری رو هم که انجام میدیم، یعنی خودمون مجدداً داریم بیابانزایی میکنیم. اسلاید بعدی رو میفرمایید. تعریف بیابان چیه؟ بر اساس کنوانسیون بیابان زدایی بیابان رو تعریف کردم به یه اکوسیستمی که به خاطر تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی اون پتانسیل تولید بیولوژیک خودش رو از دست میده و یا در حال از دست دادن هستش. حدود 100 تا کشوری که بررسی کردن، 1/6 جمعیت جهان 70% اراضیشون خشکه، یعنی 1/4 مساحت زمین تحت تاثیر بیابان زدایی هستن. البته عرض کنم اینجا میگه تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی. اونقدر که فعالیت انسانی در این مسئله نقش داره، تغییرات اقلیمی مؤثر نیستش. استاد بعدی زحمت میکشه. حالا چه مواردی باعث میشه که اصلا بیابان به وجود بیاد؟ خب دو تا عامل اصلی هستش، انسانی هست و طبیعی. موارد کاهش کمیت و کیفیت آب هست، تبدیل اراضی کشاورزی که اونم دلایل خاص خودش رو داره، تخریب جنگل‌ها و مراتع. یه نمونه از اسلاید رو خدمتتون ارائه دادم، خشکسالی‌هایی که تو این دهه‌ها به وجود اومده، فقر، عدم ثبات سیاسی، نوسان‌های اقلیمی، کاهش بارندگی که تمام این مدت همه به طور محسوس درکش کردیم، فقر طبیعی و مصنوعی، پوشش گیاهی، روش‌های نامناسب آبیاری. کشاورزی ما واقعا ضعیف، سیستم کشاورزی ما از دست کار کارشناسی روی صورت نگرفته متاسفانه. شخم‌های بیش از حد، چراهای مفرط که حالا من مواردی هست اون رو خدمتتون توضیح میدم، عکس‌های استادایی هست توضیح میدم خدمتتون. و موارد اینچنینی که اکثرا غیر کارشناسی هستن. اما وضعیت ایران در چه وضعیتی هستش؟ اسلاید بعدی رو زحمت میکشید. ایران 1/3 خشکی‌های جهان رو داره. ما تو 5 قاره منطقه رو کمربند خشکی ما قرار داریم و بیشتر مساحتمون هم می‌دونید خشک و نیمه خشک هستش. 164 میلیون هکتار مساحت ایرانه که بیشترش هم خشک و فراخشکه، یعنی حدود 32 میلیون هکتار ما بیابان هست، خشک توی منطقه قرار می‌گیره. و 7,400,000 هکتار از وضعیت زمین‌های ما تحت بحران خیلی شدید هستن. 90% کشور ما رو 3 حوزه، دشت لوت، دشت کبیر و بیابان‌های مسیله گرفته و هر دفعه هم همچنان هم رو به افزایش هستش. 18 استان ما تحت تاثیر بیابان هست و در حال حاضر یه بررسی کرده، گزارشی در مورد ناسا در سازمان فضای ناسا در ارتباط با شرایط جوی. 45 تا کشور دنیا در دراز مدت دچار خشکسالی میشن و خیلی موقعیت بدی دارن، حالا به خاطر لایه اوزون، شرایط دیگه که اتفاق افتاده. حالا چه چیزی مهمه اینجا؟ ایران در این بین این کشورها ما رتبه 4، یعنی توی بحران‌ها رتبه‌های اول ما همیشه داریم. به این قسمت ما شماره 4 هستیم. خاورمیانه، یعنی حالا ایران رو فقط نگیم، کلاً خاورمیانه حدود 60% از آب شیرینش رو بیشتر از دنیا داره مصرف میکنه، چون بیابان تحت تاثیر آب شیرینه. و اینو بدونیم که بیابان چرا قهرمانی؟ بعد از آب شیرین معذر بزرگ دنیا بیابان هست، چون تحت تاثیر اونه. الان موارد یک گزارشی که داده، ایران در هر دهه 65 میلیمتر به سمت بیابانی شدن پیش میره، یعنی بوده 100 میلیون هکتار از اراضی کشور ما بر اساس فرسایش بادی، آبی، شوری. بکنم به سلاید بعدی هستش اگه لطف کنید. این وضعیت عبت بیابان های ما هستش. ببینید اصلا بیشتر کشور ما رو بیابان در گرفته، با تصویر بیشتر مخصوص هست. بعدی رو زحمت میکشه. بیابان ها کدوم هستن؟ زرد ها هستن، بله. سرانه بیابان تو کشور ما 0.5 هکتار، در حالی که در دنیا 22 درصد هکتاره.
بعدی رو زحمت میکشیم. ببینید من اقلیما رو به این شکل آوردم: جهان، آسیا، ایران. فراخشکای جهان رو نسبت به ایران مقایسه کنید، آسیا رو مقایسه کنید. خوش همین عدد ما 35 29 19 بعد نیمه مرطوب که میشه 9 8 مال ما 4. یعنی خوباش که میشه برعکس میشه مال ما عدد ما. 89 درصد ایران تحت تاثیر قسمت ها هستش. 100 میلیون هکتار ما، 70 میلیون ما تحت تاثیر فرسایش آبی به بیابان تبدیل میشه. 20 میلیون ما فرسایش بادی داریم. 5 میلیون کانون فوق العاده بحرانی داریم و 5 میلیون هم سایر موارد شیمیایی، فیزیکی، چیزای دیگه که تحت تاثیر اون قرار میگیره. و اینا به خاطر چیه؟ آب‌های زیرزمینی که به شدت غیر مدیریت شده داره ازش استفاده میشه. ما تو 35 سال گذشته بوده 150 میلیارد متر مکعب آب استفاده کردیم. باقیش هم شوره. چیز نمونده برای ما. استاد بدر زحمت میکشید. خب حالا من اینو توضیح میدم. اینم به اول توضیح بدم. موارد بیابانی ما 18 تا استان 182 منطقه است. تقریبا یعنی میتونه یه مقدار آمار مال قدیمی تره، من آمار جدید رو نتونستم جدید تر آپدیتش رو به دست بیارم. 39 میلیون نفر یعنی 58.2% درصد از جمعیت ما تحت تاثیر بیابان قرار میگیره. اینجا یه نمونه هست، اون عواملی که عرض کردم که تحت تاثیر اونها زمین های ما تبدیل به بیابان میشه، یه نمونهش اینجاست. شخم زدن های غیر اصولی. ببینید اینجا زمین های ملی توی منطقه یاسوجه. تو این منطقه شخص داره خودش میره کشاورزی رو شروع کرده و جلوگیری هم از اونها فایده ای نداره. چرا؟ چون تأمین نیست. شاید بگیم خب این آگاه نیست، بله نمیدونه، وضعیت بحرانی رو در جریان نیست و میگه این زمین متعلق به منه، کاری ندارم، این زمین ملیه. درسته، اون آگاه نیست. ولی چرا قانع نمیشه؟ چون تأمین نیست. اون الان به فکر خودشه، به فکر خانوادهش باید باشه. کی باید به این مسئله فکر کنه که اینها تأمین باشن و به این شکل اقدام نکنن؟ اسلاید بعدی زحمت میکشیم. جنگل‌های ما اول عرض کردم خدمتتون به همین شکل داره استفاده میشه. خود دولت افرادی جاده سازی نمیکنن. این منطقه اسلام آباد غرب. تو اسلام آباد غرب ما جنگل‌هایی داریم، جنگل‌های بلوط ایران که قدمت چندین هزار ساله دارن یا در اثر آتش سوزی، حالا عمدی غیر عمدی شکایی نداریم، یا به خاطر تخریبای منابع به این شکل بعضی سودجو میرن سراغشون، همون رو دارن از بین میبرن. این تو منطقه فوق‌العاده مهمه، بحران شدیدی شده ولی کاری در ارتباط با اون صورت نگرفته. در اسلاید بعدی مراتع تو کرج، مراتع هم زمانی داره، مراتع ما فقیرن و وقت به شدت باید از اون حمایت بشه، ولی افرادی که تأمین ندارن به این شکل گوسفندهاشون تو این مراتع کاملا کار غیر کارشناسیه. ولی وقتی پوشش گیاهیش از بین بره به مرور، یعنی هر سال اتفاق بیفته، تبدیل به بیابان میشه. زحمت میکشید بعدیشو. چرا این اتفاق میفته؟ مصرف بدون معیار از منابع آب زیرزمینی. این رو میخوام توضیح بدم چون بعد میخوام بریم سراغ فجایع دیگه‌ای که اتفاق میفته بعد از این مسائل. بیش از 763 هزار چاه عمیق که 350 هزار تاش بدون مجوزه. البته تا سال 90 بعد از این ادامه پیدا کرده. باعث شده ما 800 تا دشت داشته باشیم. از این 800 تا نزدیک 300 تاش خشک بشه. و فرونشست فروچاله داریم. این فاجعه است. فقط میگم واقعا فاجعه است. توی اسلاید بعدی اینجا کاشانه. ما قدیم قنات داشتیم. قنات هایی که 2000-3000 سال قدمت دارن. تو گناباد 71 کیلومتر قنات داشتیم استفاده میکرد. پدران ما چطور استفاده میکردن؟ تمام اونها داره از بین میره. الان نمونش تو کاشانه. اسلاید بعدی هم فکر میکنم کاشانه به این شکله. تمام شهرستان ها به این شکل دارن. بعدی برامین. ببینید برامین نزدیک تهران 700 کیلومتر زمین به این شکل دهن باز کرده. 700 کیلومتر دشته برامین پیشوا پاکتش. ببینید سال 83 چی بوده؟ 85 و 86 اصلا تو خالیه، اون زیر کاملا خالیه. هر لحظه